25 دی ماه سال 96 بود که at that point the hands of elements from outside Iran including instigators based in the United States and Europe began to be visible. Incitement to violence included encouraging and training people to use Molotov cocktails, to seize ammunition depots, and to stage an armed uprising. دلغکی که در آمریکا نشسته و تحت عنوان ریستارت حرکاتی انجام میده، فرمان صادر میکنه، امکانات فضای مجازی تا دلغک. در مورد جنبش اعتراضی ریستارت چی فکر میکنید؟ 100% باش مخالف هستم و این رو به ضرر یک حرکت همه بخشا و پلیس پیشگیری پای کار هستن که انشاءالله در رابطه با بعضی از تخلفات شبانه که خیابان آتش بزنه باقی است و حکم باقی در فقه ما اعدام. جریان ریستارت چیه؟ سازماندهی بکنه، فعالیت بکنه. خب ریستارت این کار کرده، الان دیگه آلترناتیو نیست. مسجد جواد الائمه رو در تهران پارس با آتش کشیدن. مجری تلویزیون، یک شومن تلویزیون میره سراغ ایجاد یک جریان برانداز، یعنی گوگل میکنه یک کلمه خوشگل پیدا میکنه به نام آریستوکراسی و این موج رو میندازه و میگه همش یه جریان جدی در حدی که در شورای امن سازمان ملل اسمش مطرح میشه. این حملات سنگینی که از همه طرف ریستارتی ها شد برای که رژیم این بار یک نیرو میگه مثلا مساجد رو آتش بزنه. و میاد میگه بکشید، برو مساجد رو آتش بزنید. میخوای اسمشون بیارم؟ اسمش محمد حسینی نشسته قبلون ایوانیان گیم شو هاست who is now lives in California. He started this group called Restart. It is an organization.